سلام، من حسام هستم و امروز قراره که گوشی Redmi Note 9 T رو با هم جعبه گوشایی بکنیم. یکی از ارزون ترین گوشی های 5G که میتونید توی این رده قیمتی، یعنی اولوش 5,200,000 تومان، البته توی زمانی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم یعنی خرداد ماه سال 1400، خرید بکنید. یه سری رقیب برای این وجود داره، مثل گوشی Redmi Note 10 از همین برند که هفته پیش اون رو آنباکس کردم، یا گوشی پوکو X3 با یه مقدار هزینه بالاتر، یا از برند نوکیا گوشی نوکیا 72، یا از سامسونگ اگر برای برند سامسونگ علاقمند هستید گوشی گلکسی A32 میتونن به عنوان رقیب برای این گوشی معرفی بشن. این گوشی توی ژانویه سال 2021 معرفی شده و میخوایم به این نتیجه برسیم که آیا ارزش این رو داره که برای گوشی 5G هزینه بکنیم یا نه. از طراحی اون شروع میکنم. بدنه‌ای که کلا از جنس پلاستیک، فریمی که از جنس پلاستیک ساخته شده، 199 گرم وزن، اون احتمالاً به خاطر باتری حجمی که توی اون قرار داده شده، باتری 5000 میلی آمپر ساعتیه، علارغم اینکه با یه شارژر 22.5 واتی عرضه میشه، ولی نهایتاً تا 18 وات ساپورت میکنه و چیزی حدود 1.5 ساعت طول میکشه تا گوشی از 0 تا 100% شارژ بشه. اما بعد از اینکه شارژ شد تا 2 روز دووم میاره. برمیگردم به طراحی و میتونم بهتون بگم که این گوشی یه جورایی انگار مخلوط شده دوتا گوشی پوکو X3 و نوکیا 32. ماژول دوربینش خیلی شبیه گوشی پوکو X3 و بدنه اون و بافت بدنه اون بسیار شباهت زیادی به گوشی نوکیا 32 داره. پلاستیکی که یه مقدار زبر، خوشبختانه با یه کاور پلاستیکی عرضه شده که میتونید از اون استفاده بکنید. سمت راست گوشی پاور باتن رو داره به همراه سنسور اثر انگوش که با هم یکی شدن و سرعت بسیار خوب و قابل قبولی داره، خیلی قابل اعتماده. دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و به روال بقیه گوشی‌های شیائومی سنسور آی آر بلاستر که بتونید گجت‌های مختلف مثل کولر و تلویزیون و این ماجراها رو باهاش روشن خاموش بکنید. سمت چپ گوشی درگاه برای 2 تا سیم کارت و یه دونه مموری میکرو اس دی به صورت جداگونه داریم که خب باید در نظر بگیرید که این گوشی با 64 یا 128 گیگابایت حافظه عرضه میشه که اگر کم بود میتونید به وسیله اون درگاه اختصاصی مموری افزایش بدید. پایین گوشی هم یه جک هدفون داریم USB Type-C و همچنین خوشبختانه اسپیکر استریو که توی این بازه قیمتی واقعا خیلی اتفاق خوبیه وجود همچین اسپیکری. خیلی گوشی خوشدستیه، 2 تا رنگ داره، یکی مشکی یکی بنفش. این نسخه که اینجا دست من رنگ بنفششه، بسیار رنگ زیباییه و توی نور حالتهای مختلفی به خودش میگیره که به نظر من خیلی دیزاین خوبیه. خب درباره صفحه نمایشش باید بهتون بگم که 6.53 اینچ اندازه اونه، IPS LCD صفحه نمایش خوبیه، رنگ‌ها توش خوبن، یه مقدار به رنگ آبی متمایله. باید دقت بکنید که رزولوشنش فول اچ دی و 395 PPI تراکم پیکسلی اونه. روشناییش تا 450 نیت افزایش پیدا می‌کنه، بنابراین ایده‌آل برای محیط‌های داخلی، اما ممکنه یه مقدار توی محیط خارجی مشکل داشته باشید. خوشبختانه با گوریلا گلاس 5 محافظت میشه و باید دقت بکنید که رفرش ریت اون 60 هرتزی، البته انتظار بالایی هم تو این بازه قیمتی ازش نداریم. نه، اگر صفحه نمایش بهتر میخواید باید برید سمت گوشی گلکسی A32 که خب صفحه نمایش سوپر امولد داره، رفرش ریت 90 هرتزی داره، اما در عوض چیپست ضعیف‌تر برای این گوشی در نظر گرفته شده. باید انتخاب بکنید که چی براتون مهم‌تره. درباره عملکرد این گوشی باید بهتون بگم که 5G بودن این گوشی برای شیائومی خیلی مهم بوده، بنابراین اومده چیپست دیمنسیتی 800 یو مدیاتک رو انتخاب کرده که بسیار چیپست خوبیه. قبلتر این چیپست رو توی گوشی ریلمی 7 5G دیدیم که اگر یادتون باشه گفتم که اون گوشی برای گیمینگ گوشی مناسبی نسبتاً، همین ماجرا سر این گوشی هم برقرار، یعنی میتونید گیم های مختلف رو روی ستینگ مدیوم به راحتی توش اجرا بکنید بدون اینکه مشکلی رو داشته باشید. انتخاب های دیگه ای که دارید توی این رنج قیمتی اگر بخوام بهتون بگم خیلی سریع، گوشی پوکو X3 با چیپست 732G که خب عملکرد بهتری داره نسبت به میدیاتک دیمنسیتی 800U، اما اونقدر نیست که بخواد دلیلی برای خریدن اون گوشی باشه، خیلی اختلافشون جزئیه. گوشی های دیگه که توی این لیست خرید بودن، یعنی گلکسی A32 با چیپست هلیو G80 ضعیف‌تر از این گوشی عمل میکنه، گوشی نوکیا 72 با چیپست کوالکام اسنپ دراگون 660 ضعیف‌تر از این گوشی عمل میکنه، و حتی گوشی ردمی نوت 10 با چیپست کوالکام اسنپ دراگون 678 هم ضعیف‌تر از این گوشی عمل میکنه. باید این نکته رو توی ذهنتون داشته باشید. اما در کل میتونم بهتون بگم که در انجام دادن کارهای روزانه با سرعت بالا این گوشی اصلا شما رو ناامید نمیکنه، حتی وقتی که دوست دارید یه مقدار گیمینگ رو هم تجربه بکنید میتونید روش حساب باز بکنید. فقط یه نکته
ریز کنکوری اینجا وجود داره، اونم اینه که بین رم 4 گیگابایت و 6 گیگابایت پیشنهاد من اینه که حتما توصیه اکید میکنم که اون رم 6 گیگابایتی رو انتخاب بکنید که تاثیر زیادی توی عملکرد گوشی میذاره. دوربین هایی که توی این گوشی در نظر گرفته شده سیستم 3 گانه است که خب یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی رو داریم. توی کامنت ها میدیدم که بعضیا تاکید میکنن که نه، برای ما مهمه که گوشی دوربین ماکرو داشته باشه. خب یه دوربین 2 مگاپیکسلی وجود داره اما به نظر من اونقدری که باید به کار نمیاد. یه دوربین برای تشخیص عمق داریم و یه دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی که واقعا عملکرد خوبی داره. من این دوربین رو تست کردم، عملکرد خوبی داره، داینامیک رنج قابل قبولی داره. میتونی جزئیات زیادی رو از اون تصویر انتظار داشته باشید. ممکنه یه مقدار عکساتون نویزی باشه اما جاهای مختلف اصلا ناامیدتون نمیکنه. میگشتم دنبال یه واژه‌ای که توصیف کنم این دوربین رو، قابل اعتماد نزدیکترین واژه‌ای که میشه به این دوربین نسبت داد. نکته‌ای که وجود داره اینه که شما اون چیپست 5G رو توی گوشیتون دارین، در عوض دیگه دوربین اولترا واید ندارین. انگار که اون دوربین رو فدا کردن برای داشتن چیپست بهتر توی این بازه قیمتی که خب به انتخاب شما برمیگرده. میتونید با این گوشی با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه تصویربرداری بکنید. باید دقت بکنید که لرزشگیر توی این رزولوشن وجود نداره، مگه اینکه بخواید فولشی تصویربرداری بکنید. اون موقع لرزشگیر الکترونیکی وجود داره که میتونید استفاده بکنید که تصاویر نرم و روونی رو بهتون بده. یه دوربین 13 مگاپیکسلی سلفی هم برای اون در نظر گرفته شده که عملکرد نسبتاً خوبی داره. توی این گوشی حالت نایت مود هم وجود داره که با انیبل کردن اون میتونید عکس‌های شارپ‌تر با جزئیات بالاتر و تر و تمیزتری رو انتظار داشته باشید. من تستش کردم، واقعا راضی کننده است. خب در نهایت باید بهتون بگم که این گوشی به درد کسایی میخوره که باتری براشون اهمیت بالایی داره، ولی یادتون باشه که یه مقدار طول میکشه شارژ کردن همین باتری 5000 میلی آمپر ساعتی. برای اونایی که چیپست اهمیت بالایی داره، خب یه چیپست خوب براش در نظر گرفته شده. برای اونایی که به شبکه 5G و اینکه گوشیشون از این شبکه ساپورت بکنه اهمیت میدن، برای اونایی که اسپیکر استریو براشون مهمه، برای اونایی که داشتن یه سنسور اثر انگشت با سرعت بالا توی گوشی نکته مهمیه و خب دیزاین زیبایی هم داره. انصافا دیزاینش خیلی خوبه اما یه مقدار میتونه ساخت بهتری هم داشته باشه. دوربیناش اونقدری که باید قوی نیست. صفحه نمایشش خیلی صفحه نمایش معمولیه، مخصوصا از بابت میزان روشنایی باید حتما این توی ذهنتون داشته باشید. خب دوربیناش هم میتونست دوربینای بهتری باشه. بین اینا باید بالانس بکنید، ببینید که چیا براتون مهمه چیا براتون مهم نیست. و به نظرم اگر یکی شبکه 5G براش خیلی مهم نباشه، گوشی‌های دیگه توی این رنج قیمتی هستن که میتونن انتخاب بهتری باشن. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. نظر شما راجع به این گوشی چیه و اینکه توی خریدن این گوشی چقدر پشتیبانی از شبکه 5G میتونه پارامتر مهمی باشه. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید، حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناریش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت می‌ذارید و امیدوارم که این اتفاقی روند ادامه دار باشه. مرسی.